یک طرف حقیقت مطلق هست، ارزش ها هستن، طرف دیگر ضد ارزش ها هستن. حتی اگر کاندیدایی مثل مهندس موسوی رنگ سبز رو هم انتخاب بکنن، این تعبیر به کار برده شده که خب ادهی در برابر حضرت امیر قرآن برسر نیزه زدن، ادهی هم حالا شاد سبز دستشون برکنن، در حالی که انبهو یک طرف حضرت امیر هست و یک طرف هم دشمنان حضرت امیر، یک سو امام حسین هست و یک سو در واقع دشمنان امام حسین. این تعبیر است که در واقع به عنوان تهدید دیگری فراهم می شود که دین ابزاری می شود برای توجیه و تحلیل و به طب سو استفاده ای که مورد نظر هست. نکته چهارمی که می شود ذکر این هستش که در واقع حکومت در بخشی که دولت مورد نظر ما هست، وقتی که خودش رو، تشخیص خودش رو بهترین دانست و نماینده حقیقت تلقی کرد خودش رو، به طب قوانین هم بیتوجه هست. او احساس میکنه که قوانین مبانی هستن برای اینکه سرعت او رو کم بکنن. این مثال رو من به عنوان تجربه شخصی هم میتونم خدمت شما عرض بکنم. طول 30 سال عمر جمهوری اسلامی، من 12 سالش معاون حقوقی پارلمانی دولت بودم، 5 سال در دوران آقای مهندس موسوی و در واقع 8 سال هم در دوران آقای هاشمی، 12 تا 13 سال. هیچ وقت در تاریخ انقلاب ما این اندازه قانون شکنی و بی‌پروایی در رفتار غیر قانونی در کشور نداشتیم. هیچ وقت بین رئیس دولت و رئیس مجلس این مکاتباتی که انجام شد انجام نشده بود. هیچ وقت در دولت گمان این که بشه قوانین رو دست کم گرفت و غیر معتبر شمرد هم پیش نیامده بود. تا برسیم در هر حال به مهمترین قانونی که مجلس تصویب میکنه در یک سال، اون قانون بودجه است. این مهمترین قانونی هستش که مجلس تصویب میکنه که در واقع راهبردی هست برای اداره کشور، که شما شاهد این موارد هم بودید. اینها مواردی بود که من سرفصل وار خدمت شما عرض کردم در مورد تهدیدها و آسیبهایی که حکومت پیدا میکنه. اما سوی دیگرش مردم، ما در انتخابات اگر به این تلقی برسیم که ما نقشی در انتخابات نداریم و در واقع حاشیه بگیریم و کناره بگیریم از آنچه که انتخابات هست، این یکی از مهمترین آسیب‌ها یا تهدیدهایی است که دچار سرنوشت ما به مانند حق و ملت ایران خواهد شد. در برزخ کمدی الهی دانته از یک مرحله عبور میکنه، یکی از طبقات، و دانته میبینیم که یک عده‌ای هستند دارن فریاد میزنن از بی‌سامانی، زجه میزنن به قلیل او و پیرو علمی هستن که این علم یا پرچم هیچ قراری نداره و هیچ جایی این علم در واقع مستقر نشده. این جمع هم برهنه و فریاد زنان و گریان دارن دنبال این علمی که مستقر نیست. حرکت میکنه، سوال میکنه از الهی از ویرژیل که این ها چه کس ها هم. ویرژیل میگه که این ها ارواحی در پیش کسانی هستن در زندگیشون نه دعا کردن نه نفرین، در واقع جوری زندگی کردن که نه مخالف بودن نه موافق بودن، گفتن به ما مربوط نیست، اتفاق است که داره میافته. این یک آسیب بزرگ است اگر ما در انتخابات گمان بکنیم که حالا بالاخره ما زندگیمون فرض بکنیم که در جای دیگری هست، در سیستم دیگری هست، اینکه چه کسی در کشور ما رئیس جمهور باشد تفاوتی برای ما نخواهد کرد. این یک آسیب بسیار بسیار مهمی است که بایستی بهش فکر کرد. نکته دوم این هستش که گمان بکنیم که ما نمیتوانیم تغییر ایجاد بکنیم. البته این تفسیر دیگری هست از همون سخنی که من خدمت شما عرض کردم. یک تجربه رو من به مرحله آخر سخن در همین مرحله خدمت شما عرض میکنم. با وجودی که من معاون رئیس جمهور بودم و به طبع طرفدار آقای خاتمی بودم در انتخابات خرداد 76، رفتم استان کردستان. آقای رحیمی که حالا معاون حقوقی رئیس جمهور هستن در واقع جانشین بنده یک معنا، ایشون استاندار بودن. هیچ مسجدی رو ما نتونستیم پیدا بکنیم برای اینکه من در این مسجد صحبت بکنم. هرچه دوستان ما طرفداران حزب مشارکت که نبودن ولی بچه‌هایی که بعداً شدن مشارکت دیگر، دوستان کارگزارانی و دیگران، هرچه تلاش کردن
یک مطرح پیدا بکنم مشهد. بالاخره بین خود بچه ها گفته بودن که در گوشه یک میدانی ما صحبت بکنیم. در همون روزی که من در سنندج بودم، آقای اسکرولادی در سنندج بود، آقای مرتضی نبوی بود، آقای فرزادیان بود. بعد اطلاعات مساجدی که اینجوریشان صحبت کرده بودن رو به ما دادن. در مساجد 60 نفر، 70 نفر، 80 نفر بودن. در گوشه میدانی در سنندج جمعیت حدود 5000 نفر جمع شد. یک جمعیت عظیمی که اساساً تبدیل شد به میتینگ درجه اول، که همه ما گفتیم که الحمدلله که این استاندار مسجد به ما نداره. ما شما بریم دراب استاندار بگیم دست شما درد نکنیم، که یک چنین در واقع هنگامی برپا شد و به طب تاثیرگذار هم بود. من معتقد هستم که اون بخشی که به ما برمیگرده به عنوان در واقع ملت مایوس از تغییر نباشه میشود تغییر داد. و البته بایستی صبور، کوهنوردی از قله شروع نمیشود. هیچ کوهنوردی کوهنوردی رو از قله شروع نمیکنه، از دامنه شروع میکنه. مشکلی که ما داریم با بسیاری از دوستان جوان یا آرمان طلب که حقم با اونهاست، علاقه من هستن که یک دفعه گفت در واقع بنشینم بر همون قله ای که قله آرمان هست. این اتفاق نمیافته. ما راه طولانی و پرزحمت و طاقت پرسایی در پیش داریم که به قله ای برسیم که افاقهای دوردست رو به شاید خوبی از سلام. قبلا هم عرض کردم هفته آینده جمعه ساعت 6 بعد از ظهر